نشست علمی روزانه آیت الله علوزماسی صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 16 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست در رابطه با معنای حد ترخص فرمودند حد ترخص یعنی جایی که انسان هنگام سفر از آخرین خانه های شهر و نه هایی که اطراف شهر هستند به قدری دور شود که صدای از آن متعارف و نه صدای از آن با بلنگو را نشنود و دیوارها و خانه های متعارف که یک طبقه یا دو طبقه هستند و نه خانه های چند طبقه را نبیند معظم الله در ادامه فرمودند هاشیه ها و شهرکهای شهرک های اطراف شهر هر مقدار هم به هم متصل شده باشند جزء شهر محسوب می شوند لذا پس از آنکه انسان از این محدود دور شد از آنجایی که صحرا شروع می شود و صدای از آن متعارف شنیده نمی شود و دیوارهای متعارف شهر دیده نمی شود حد ترخص حساب می شود ایشان در ادامه با اشاره به برخی از روایات از جمله روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده که از حضرت پرسیدند انسان وقتی که میخواهد سفر کند چه زمانی نماز او شکسته می شود؟ جواب حضرت این بود که زمانی که خانه ها مخفی و پنهان شوند فرمودند تعبیر تواری در این روایات هم به معنای آن است که آخرین خانه های شهر که در آن محدود آدم ها هم دیده نمی شوند، مخفی و پنهان شوند، لذا حد ترخص از همانجا حساب می شود. با هم فرماشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم. همین هر قد شعر شهرها کوچیک میشه بعد کم کم بزرگ میشه دیگه شهره میشه یه فرسخ، دو فرسخ، پنج فرسخ، ده فرسخ بزرگ میشه آخرین خونه ملاکه نه آخرین محله ولی صاحب عربه فرموده آخرین محله در شهرهای بزرگ اما خلاف مستفاده از عدلس مشهورم نپذیرفتن این را